اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار، تسلیت عرض میکنم ایام رو محضر شما، به ویژه ایام شهادت پیامبر گرامی اسلام امام رضا و امام حسن مجتبی علیهم السلام. ما این سه شب به عنوان ظرفیت مهندسی فرهنگی عاشورا و امام حسین محضر و خدمت شما هستیم و باعث مهمی قرار مطرح بشه. انتظار دارم با دقت عنایت بفرمایید. سعیم هم هستیم که مطالب که عرض میکنم همه فهم باشه، یعنی برای همه قابل استفاده بشه، خیلی سنگین نشه. منتها یه سری چیزها رو بعضا باید تعریف کرد اولش که بعدا جلسات بعد ازش استفاده کنیم، یه خورده رو این ملاحظه داشته باشید. همه ما متوجه هستیم که قیام عاشورا یک تفاوت و رنگ دیگه نسبت به خیلی از مسائل دیگه داره. در مورد ابا عبدالله هم همینه، یعنی ما حتی خودمونم متوجهیم که امام حسین حتی با امامای دیگه هم فرق داره، یعنی یه حسی داریم. آمین. اونطور که بر ابا عبدالله گریام میگه، بر امامای دیگه گریام نمیگیره، اینو میدونیم. حالا به معنی مهمتر بودن یا اینا نیستا، برای ما قابل حسه، برای ما این مهمه. منتها وقتی از هم میپرسن فکر میکنیم چون مثلا ظلم به حضرت اینطور واقع شده، مثلا متوجه چی میگیم، مثلا اینطور تک و تنها تشنه لب، بله این خودش خیلی مهمه، اما این نیست همش. و در طول تاریخ ظلم های زیادی صورت گرفته، چرا فقط عاشورا اینجوری ماندگار شده؟ این باید فهم بشه برای ما. یا روزه امیرالمومنین و ظلم‌هایی که برای امیرالمومنین گذشته خیلی عجیب غریبه. میدید به علامه امینی داشت جایی نشسته بود، روزه خون داشت، روزه میخون، صحبت این بود که امام حسین مظلوم و فلان اینطور. ایشون بلند شد گفت بله امام حسین مظلوم، اما از همه مظلومتر امیرالمومنینه. امام حسین هرچه شد تا زنده بود به حریمش کسی حمله نکرد، تا زنده بود به خیمگاه حمله صورت نگرفت. ما امیرالمومنین بود جلو چشش به حریمش حمله کردن. علامه امینی آدم عجب غریب بود. میشون مثلا میآوردنش مشهد، یه هفته مشهد بود در جوار امام رضا، یه هفته که میگذشت میگفتش که منو برگردونید نجف، من باید پیش امیرالمومنین باشم، نمیتونست تحمل بکنه. خب اون چیزی که عاشورا رو متفاوت میکنه بحث دیگه ایه. این ظلم هست دادن، این شکی نیست. آمین لا یوم کیامی که آبا عبدالله، هیچ روزی مثل روز شما نبود. اما مسئله دیگری است که خورده میخواییم به اون بپردازیم. این همان فهمیدیم واقعا کی میتونه جز امام حسین 30 میلیون آدم از کشور مختلف بکشونه اینجوری پیاده راه ببره؟ هیچکی نمیتونه. هیچ دولتی بیان پول بدن و مردم میگن پاشو بریم مملکت دیگه، مملکتی که توش چیه اخبارش داری میشنوی، اختشاشات و شلوغ شده ها، مملکتی که خیلی مسئله امنیتی هم توش لحاظ نمیشه، خیلی مسئله مثلا بهداشت و این چیزایی که مثلا برای ما ایرانی ها مهمه، مثلا بعد شما میبینید که مردم همینطور هر کاری میکنن که مردم نرن، مردم میرن. این اواخر به بهانه های مختلف و عکس و فیلم و زیرنویس و اسمس سامانه سماح و آقا نیایید مرزا فلان، آقا نیایید، نیایید، مردم بازم دارن میرن. خب این متوجه میکنه ما رو که امام حسین یه فرقی داره. خودمون هم میفهمیم، داریم حرارتن فی قلوبه، ما یاد ابو عبدالله میفتیم چشمون گرم میشه، تر میشه. این باید حالا فهم بشه. خیلی وقت از جامعه مؤمنین یه حسای مشترکی داره اما نمیدونه چیه. یه جدی میگم، تا اون حس مشترک هم شکل نگیره اتفاق نمیفته.
این الان به شما کسی که اربعین رفتن، الان شما که نرفتید اصلا نمیدونید چیه. فکر نکن پشت تلویزیون میفهمید، امکان نداره. این که مثلا پشت تلویزیون فهمیدن اربعین، این که مثلا به شما بگن که تشنت به جای آب H2O، چی میگه بابا؟ نه، بعد مثلا بجون که میگن حسه، بگن خیسی چیه؟ بجون که بیان مثلا یه قطره آب بنوزن رو دستت، بیان میگن آه خیسی یک حسی است که در آن کمی ممکن است احساس سردی در روی دستش رخ بدهد. میگن چی میگه؟ 100,000 تا مقاله بدن به شما در مورد حس خیسی بنویسن، با احساس سوختن به تماشا نمیشود. آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. بعد بجز اینم مقاله قصرها، اینا نگاه نکن پشت تلویزیون، هیچ وقت نخواهید فهمید کسی که نرفتید. فقط باید حاضر باشید. این همون حسیه که کسی که اربعین هر سال رفتن سال بعد دوره میکشونشون، و کسی که نرفتن هم میان، یعنی هر سال دارین جمعیت بیشتر میشه. خب این بعد این حس مشترک شک گرفته همم راجعش میگه. خب میگه نه اربعین یه چیز خاصی، یه جور. میگه چه جوریه بگو. نمیتونه بگه، نمیتونه بگه. ببین 1342 هم خمینی قیام میکنه، اما اون حس مشترک بین مردم نیست. 15 سال بعد هست. وقتی اون حس شکل گرفته، ببین صد، ببین شاه اواخر خیلی تقلا کرد که نره. شروع کرد مثلا یه دیر رو اعدام کردن، یه دیر باشون برخورد کردن، هویدا رو گرفت انداق زندان. مردم گفتن خودت باید بری فقط. ما میگیم شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه، ما میگیم خر نمیخوایم، پالون خر عوض میشه. تو خودت باید بری. هر کاری که گفتن نه باید بری. حالا این نکته میخوام به شما بگم، تو مؤمنین این حسایی که شکل میگیره اعتبار داره. من همون روایت داره، میگه بعضی وقت برادر مؤمن یه چیزی بهت میگه مسخرهش نکن. چرا؟ چون روح مؤمن آگاه میشه نسبت به بعضی از مسائل، یه کشش روحی درش به وجود میاد. ما خواه و ناخواه، اینو بدونید در روایتمون هست، شیعتنا من فاضلتیننا، شیعیان ما از اضافه گل ما آفریده شدن. احساسات امام معصوم بر احساسات شیعیان اثر داره. یه مثال برای شما میزنم، مثالش اینه که ما از اول محرم عزاداری رو شروع میکنیم برای امام حسین، درسته؟ در حالی که امام حسین کی به شهادت رسیده؟ 10 روز بعدش. هنوز اتفاق نیفتاده اول محرم، چرا عزاداری رو شروع میکنی؟ خودمونم نمیدونیم. یا قدیم اینجوری بوده دیگه، یا قدیم اینجوری بوده. خب چرا شما خیلی چیزایی که از قدیم بوده رو تجدید نظر کردید، چرا این کار نمیکنی؟ دیگه نمیدونیم. بعد میری روایت میخونی، میبینی ائمه همشون میفرمودن، دقت کن، مثلا امام جواد در مورد امام رضا پدرش گفته، امام رضا در مورد امام کاظم گفته، امام کاظم در مورد امام صادق گفته. متعدد داریم این روایت رو که محرم که شروع میشد دیگر کسی پدرم را خندان نمیدید. حالا فهمیدی چرا ما ناراحت میشیم محرم؟ چون امام زمان قلبش ناراحت، همین کافیه. چون امام زمان دلگیره، خب ما هم دلگیر میشه برام. حکایت حکایت جمعه هاست، دلگیری غروب جمعه. میگه آقا چرا؟ میگه چه بسا جمعه که قرار بوده ظهور شکل بگیره و ظهور شکل نگرفته، اون دلگیری به ما هم انتقال پیدا میکنه. حالا خود امام معصوم چرا دلگیر میشه؟ ما نمیدونیم اول محرم چه. یه سری روایت هاست برای ما آشکار میکنه. اون هم چیه؟ اکوشو بگیرید، من آروم آروم چه این خورده سرما خوردم، آروم آروم ولوم هم میره بالا. اونم میگه که میفرماد از اول محرم پیراهن خونی از ساق عرش آویزون میکنن. ما اونو نمیبینیم. امام معصوم چی؟ میبینه. او میبینه ناراحت میشه. چون او ناراحت میشه ما ناراحت میشیم. امکان نداره یه جریان مثل اربعین شکل بگیره بی آن که اراده امام معصوم در اون باشه. یعنی امام زمانی خواسته مثل یه آهنربا این دلها و قلبها رو متوجه خودش بکنه، به یک جریان مثل اربعین شکل بگیره.
و این اراده عمومی 5-6 ساله. این راهپیمای 40 خیلی قدیمیه، هزار ساله است، از قدیم بوده، اما برای خواص بود. و جالب اینجاست زمانی که صدام سقوط میکنه، داعش هم هنوز نیومده، بهترین فرصت برای شکگیرین. اما نه، بعدا همزمان با وقوع داعش این شکل میگیره، یه اراده بر این قرار گرفته. اصلا یه باید کلی اتاق فکر بشنن، اندیشی کدا بشنن، فکر بکنن، بشنن 30 میلیون آدم رو به حرکت بیارن. کلی تلویزیون دیدی، تلویزیون ما از قبل 22 مهمن بالا پایین این طرف اون طرف فلان بهمان که چی؟ راه بیمایی. خب یا دمیان شرکت میکنن. اما این چه جوریه؟ دارن بعضی از خبرگزاری میگن آقا نیایید مردم، تو رو خدا نیایید، مرزا شلوغه، فلانه، امکانات تو عراق نیست. اونو این داره میره. دولت ها هم خیلی نقشی ندارن، یعنی جریان اربعین شکل گرفت، بعدن دولت خودشون رو رسوندن. بعدها اینا خودشون رو آسته آسته به قول خودشون رسوندن تا بتونن کمکی هم بکنن. عمده کارم خود مردم دارن، 90-95% کارم مردم دارن انجام میدن. این حس مشترکی که بین ماها وجود داره، من میخوام راجع به این حرف بزنم و این حس مشترک رو به زبان بیاریم و براش اسم بذاریم. شما میری نگاه کن، میری دکتر، دکتر میگه که آقا دلم درد میکنه. میگه که چته؟ میگه دل پیچه دارم، دل درد دارم، دارم گزگز میکنم. اسمای مختلف اینا چه فرقش چیه؟ ببین یه حسه، حسش میکنی، ممکنه برای این زبون بیاد باید یه کلمه مشترکی پیدا کنی براش که وقتی اینو گفتی همه بفهمن. درست شد؟ من میخوام رو این یه خورده بیشتر بحث بکنم، نه فقط به امام حسین، اصلا به مسیر حرکت اهل بیت مرتبط این مسئله. پارسال اگه خاطرتون باشه اینجا یه بحثی مطرح کردیم که تمدن غرب آرام آرام وقتی شکل گرفت تو این 200-300 سال یه داشته داشت. داشتش هم چی بود؟ داشتش این بود که ته حرفش این بود اومانیسم، انسان محوره. چیزایی هم که نگاه کن، چیزایی هم که قابل مشاهده نیستن، اصطلاح خودشون قابل آزمایش نیستن، اکسپریمنتالیستی نیستن، داخل لوله آزمایش نمیتونیم بریم آزمایشش بکنیم، باهاش کاری نداریم، براش ارزش اعتبار و منزلتی قائل نیستیم، اصلا کاری نداریم وجود دارد یا ندارد، به ما ربطی نداره، تو معادلات ما هم دخیل نیست، تأثیری هم نداره. فرشته وجود دارد یا ندارد؟ ملائک به ما چه؟ اصلا کاری نداریم وجود دارد یا ندارد، به ما ربطی نداره. فرشته و چه ربطیش به علم اقتصاد؟ فرشته رفته چیجه به ساخت و ساز ما، ما توسعه داشته باشیم. فلذا آرام آرام این حس در واقع به حین همه شکل گرفت. آقا ما برای این که بتونیم پیشرفت بکنیم باید رو همین مقوله های قابل اندازه‌گیری با علم تجربی هستن پیش بریم. چیزی هم که با علم تجربی قابل اندازه‌گیری نیست اصلا کاری نداریم چی به چیه، ما باش کاری نداریم، ما که دخلی نداریم. خوب بدونید قرآن این جریان رو پیش بینی کرده و این جریان میخوام بهش بگم جدیدم نیست، در انبیاء قدیم هم بوده، در انبیاء گذشته. بر همین خدا قصه انبیاء رو برای ما تعریف میکنه. قوم نوح، قوم نوح اصلا حرفشون این نیست که خدا وجود دارد یا ندارد، اصلا صحبتشون برای نیست که ملائکه وجود دارن یا ندارن. حتی یه جا قوم نوح در پاسخ نوح به ملائکه اشاره میکنن، منتها حرفشون این ملائک به ما چه؟ با جبرئیل بالا بس خوش بچرخ، چه دخلی به ما داره، به بازار ما داره، به کسب و کار ما داره، به زندگی ما داره، به توسعه داره؟ خدا باشه یا نباشه. گویا ندانمگرا بودن، الزاماً آتئیست نبودن، بگی ضد خدا بودن، نه مهم نیست هست یا نیست، اصلا بودن یا نبودن چه فرق اهمیتی داره،
اعتقاد به بودن یا نبودنش چه اهمیتی داره. قوم نوح همچه چیزه. قوم نوح به شدت آمپریستی یعنی حسی، همه چی باید حس کنه، چیزی که حس نمی کنه رو براش اعتبار و ارزش قائل نیست، نمیگه الزامن نیست، میگه بی اهمیته، به درک کسی نیست. و اکسپریمنتالیستیه، یعنی چی؟ یعنی آزمایش باید بکنه. آقا میز وجود دارد؟ بله دارد. میبینمش، لمسش میکنم، ابعادش انقده. این باکتری وجود دارد؟ بله، زیر میکروسکوپ دیدمش. درست شد؟ برای همین جالبه، خیلی شگفتی های قرآن اینه. قوم نوح خیلی از فعل رعیه استفاده میکنن، دیدن. یعنی قوم نوح گفت، ببین وقتی حرف میزد حضرت موسی، نوح حرف زد گفتن بابا ما نمیبینیم همچین چیزی. دیدن براش مهمه، یعنی چیزی اصالت دارند که در حوزه حسهای پنجگانه من میگنجد. جالب اینجاست معجزه حضرت نوح هم از همین جنسه. حضرت نوح معجزش چیه؟ طوفان رو که مال خداست. معجزه نو کشتیه؟ این همه آدم الان کشتی میسازن. حالا مثلا اون موقع کشتی بزرگی ساخته، الان ببین تایتانیک میسازن، ناو هواپیما بر میسازن. حتما کشتی نو که موتور که نداشته، مال نو موتور هم داره. این خبرش از آینده است. یکم توضیح بدم براتون. ببین اگه من شما جا خدا بودیم که الحمدلله نیستیم، حتما معجزه نوح مثلا رو آب راه رفتن قرار میدادیم. بلدم هستیم، یه پیغمبر دیگه هم داریم، حضرت عیسی علیه السلام. گفتیم ببین اون آخر که میشه این آب میاد بالا، این نوح و همراهاش که 70 80 نفر بیشتر نیستن رو آب راه برن، این آب هم میاد بالا، اینا رو آبن. عجب حالی میدانه، غرق شویده فرو مایگان، اونها دارن دست و پا میزنن، اینا هم رو آب وایستادن. عجب چیز معجزه خفن خوفناک کلکوپر ریزونی. درست شد؟ اما این نیست. یه سوال، مثال خوب براتون میخوام بزنم، قشنگ جا میفته، قشنگ میفهمی امروز تو دنیا غرب ما با چی مواجهیم، اگه خوب دل بدی به من. حضرت نو تو سرزمینی زندگی میکرد خشک و بی‌آبالاف. همین گفت بیاد آدم بشید، نگفتن نمیشین برو پکارت. خیلی اصرار میکن میگرفتن یه خوراک بدجور میزدنش. تو تفاصیل داریم که دو روز میرفت تو کما، به هوش میاد دوباره میرفت تبلیغ میکن. گوه ای آدم بشید، از خدا میخوام که پشت سر هم بارون بیاد مدرارا، پشت سر هم بارون بیاد. خوبه؟ این نشون میکنه اونا مشکل چی داشتن؟ آب داشتن، خوشسالی بوده. حالا شما اومدی وسط یه بیابون نجف، خب که خشک و بیابلفه، خبری نیست، داری صحبت میکنی میگی که قراره انقدر بارون بیاد که سیل بیاد. سالهاست کسی اونجا سیل بگید ندیده. به من بگید آدم ها از کجا علم پیدا میکردن؟ از تجربه. اونا تجربه سیل ندارن. یا نوح این چرت و پرتا چیه؟ یا حرفای چه خود در میاری؟ بیا برو پیکار بزن زندگی نکن. بعد وسط بیابون داره قایق میسازه، همین خنده داره دیگه، تو که دریایی بسازی روز خونه. بعد قایق هم میسازه، بزرگترین قایقی که تا حالا آدم ها دیده بودن، کشتی وسط نشون میگه دیوونه. وسط نوح میگفتن دیوونه، مسخرهش میکردن. بعد چقدر 40 سال طول کشید این قایق رو بسازه؟ گفتن برای چی داری میسازی؟ ما قراره انقدر آب بیاد. گفتن خب آب بیاد، راهکار شما انسان های زمینی که اینه من معجزه ندارید، اگه یه جا آب زیاد بیاد چیکار میکنید؟ میرید بالا کوه، میرید بالا بلندی. این دقیقاً استدلال کیه؟ پسر نوح. تو اون جامعه بزرگ شده، استدلالا شبیه اونه. میگه پدر تو دیوانه ای، نعوذ بالله. میگه بابا کدوم بارون وسط بیابون یا وسط کویر لوت اومدی کشتی میسازی مثلا؟
چرا خودتو ما رو سوژه خنده ملت میکنی؟ کدوم بالا بارون میاد الان باشه یه بارون میاد یه جوب آبی را میفته؟ این کشتی رو میدونی چقدر آب باید بیاد بزنه زیرش تا بلندش کنه؟ بعد به فرض باشه اصلا تو راست میگی سیلم اومد میرم بالا کو. حرف حضرت نوح این بود اگه این سیل از اون کوه بیشتر باشه چی؟ گفت برو بابا تا حالا ما همچین سیلی بگید ندیدیم پس نیست. مشکل اینا اینه چیزی رو که نمیبینن میگن پس لابد نیست. شما تا زمان نیوتن فیزیک رو یه جور دیگه میدیدی الان یه جور دیگه میفهمی. کی جرأت داشت در مورد در زمان نیوتن راجع به کوانتوم صحبت بکنه؟ الان چیز جدید داریم. شما با عصر با آشنا شدن تو با میکروسکوپ یه فضای جدیدی پیدا کردی. تا قبلش آقا این که تو نمیبینی ابزار دیدنش و حس کردنش رو نداری دلیل نمیشه که وجود نشونشه. تو خیلی از اصوات هست با گوش خودت نمیتونی بشنوی اما داری ثبتش میکنی این صوت ها در اصل وجود داره. میگن همین گردش کره زمین یک صدای بسیار وحشتناک داره منطقه تو اون بازه که گوش ما اینو میشنوه نیست اگه میبون همه میموردیم. میگن بعضی از اصوات هست صوت های هست سگ تا 4 کیلومتر صدای اینا رو میشنوه و آدم نمیشنوه. تو نمیشنوی بگی نیست. مثال امروزی شهرتو میزنم ما رفته بودیم مناطق سیل زده غرب کشورمون که بعیدم نیست با این بارندگی که امسال دوباره تکرار بشه. رفتیم اونجا کسی که مثلا راهیان نور رفته باشن همین سمت شما میره دیگه خب میره به خرم آباد و بعد میای پایین سرازیر میشی تو غرب کشور میای پایین تا خوزستان. توی اونجا نگاه میکردیم این پولایی که رضا شاه ساخت محمد رضا شاه ساخت و جمهوری اسلامی ساخت توی ارتفاعش خاصیه. بعد با خود میگفته این ساسانیای احمق ببین کجا پل ساختن. نوک کو پل ساخته بودن. هم پل دختر بخوادم پلای قدیمی اونجا میگن دیگه. یه پلای مال زمان ساسانیانه ارتفاعش 3 برابر پلایی که ما میسازیم. ما اون زمانی که راهیان نور میرفتیم با خودم میگفتیم دیوونه بودن نمیدونم کجا رفته ساخته. تو مصالحی هم نداشتی مثل ما نه جره ثقیل داشتی نه مصالح بتن ریزی و فلان و جوجا. دیوونه بالا کوچ کار میکردی. این بچه‌ها اونجا برای من تعریف میکنن میگن سیل که اومد میگه خب ما خبر داشتیم مثلا این آب با این سرعت داره میاد با این زمان میرسه به این روستا. ما اومدیم این روستا رو خالی میکنیم. میدونید که بعضی از اینا خالی نمیومدن بیرون. بعضی از اینا با اسلحه کشیدن بیرون تیر هوایی زدن. بعضی بازم نمیومدن. دست چهار دست باشه میگرفتن 4 نفری میوردن پرتش میکردن بیرون. نمیومدن بیرون. پیرمرد 90 سالش بود شما آقا بیا برو بیرون. میگه چرا؟ میگه سیل داره میاد. میگه بابا خب سیل بیاد با ما چیکار داره؟ میگه روستای شما میره زیر آب. برو 90 سال عمرمه آب تهش بیاد تا سر مثلا اون درخت فلان. اینجا ما تو 90 سال عمر والا ندیدیم اینجا زیر آب بره. باز چیه؟ باز چشاتون زمینای ما رو گرفته احتمالاً. برنامه جدیدیه. بیا برو دیمونه میری زیر آب خفه میشه. نه میگفت که به زور اصله همین نقطه میشون بیرون. بیا برو. ببین بله تو عمر 90 ساله تو همچین چیزی نبوده اما اگه 150 ساله بود شاید میدیدی. متوجه شدی؟ اون ساسانی ها دیده بودن همچین سیلی رو ثبت کرده بودن افتادش میخواه اینجا بسازی قبلا چند بار این پایین ساختیم رفته اون بالا بساز. میگه حجاج ابن یوسف یه روز دجله یا فرات یه منطقه بود اینا برای اینکه بتونن رد بشن میرفتن بالا دور میزدن یه پلی بود اونجا دوباره میمدن این طرف میرفتن. حالا مثلا این مستقیم خواست بره این برا میرفت اینجوری میمد دوباره میرفت. حاکم اونجا برگشت به حجاج گفتش که حالا احتمالا حجاج ابن یوسف بود اینجا تو ذهن همه که آقا من اینجا پل میزدم. گفت نمیتونی بسازی. گفت من میسازم تو چیکار داری؟ گفت آخه نمیشه اینجا. گفت چرا نشه ساخت؟ رودخونه است پل میزنیم دیگه. آقا کلکل اینا کشید به شرط بندی. گوه اگه تو تونستی بسازی مثلا من نصف ثروت هم میدم. گوه تو من همه ثروت هم میدم. چقدر وقت میخوام؟ گوه من 2 ماه میسازم. گوه 6 ماه بود وقت میدم. 6 ماه گذاشت نتونست بسازه. اومد پیش حجاج گوه لام از طبالا که ما نساختیم چه؟ از کجا فهمیدی نمیشه سا؟ گوه اگه میشد ایرانی ها میساختن.
اینجا قبلا دست ایرانی ها بودن، عقل داشتن، بیکار نبودن برای 10 کیلومتر دور بزنن که. مهندسای خوبی هم بودن، حتما یه قصه ای داره اینا نساختن اینجا. زمینش جور خاصیه، آب زیرش خالی میشه، ها؟ بس میبینیم ما به شدت به تجربه وابسته ایم، به حسهای خودمون. حالا حضرت نوح چی میگه؟ میگه بابا شاید یه اتفاقی هر 10,000 سال یه بار میفته، خب تو احمق از کجا میخوای خبر داشته باشی؟ ها؟ هر 10,000 سال یه بار یه ستاره از نزدیکی زمین رد میشه، چجوری این نزدیکی ماه به زمین تأثیر میذاره، جزرومت شکل میگیره؟ جزرومت به خاطر جاذبه ماه دیگه، نزدیک میشین آب روی کره زمین میکشه یه طرف، آب میاد بالا. فکر کن اون جرم خیلی بیشتر باشه، بیاد از نزدیک زمین رد بشه، جوری که یوهوی آب کره زمین رو بکشه یه طرف، این طرف چی میشه؟ میره زیر آب، ارتفاع آب خیلی زیاد. حالا چند سال یه بار میاد، مثلا هر 10,000 سال یه بار، او که هیچ باباش هم نمیتونسته ثبت کنه همچه چیزی رو. میگه تو حوزه شناخت تو نیست، دلیل نمیشه نباشه، وجود نداشته باشه. اما قوم نوح اینجوری هم میگن چون حوزه شناخت ما نیست پس لابد نیست، احمقن و غرقن میشن. کان من المغرقین، از غرق شده بود، یعنی قبلا فکری غرق شده بود که امروز فیزیکی غرق شد. حالا معجزه حضرت نوح چیه؟ کار حضرت نوح کاملا کار علمی زمینیه. بذار کنار، شما اگه بدونی آب میخواد بیاد کو حرم رد کنه، بعد چه خاکی تو سرمون به ما بکنیم؟ من موقع برنامه سکنم خودمون میگیم باید یه چیزی بسازیم هرچه آب میاد بالا اونم بره بالاتر. میایم از مکانیک سیالات استفاده میکنیم، قایق میسازیم. خب جسارتا حضرت نوح چیکار کرد؟ با علم مکانیک سیالات همین کار کرد. تو روایت هم داریم که حتی قیرندود هم کرد دورشو که ضد آبش کنه. کاملا باید همین کارا رو بکنه. فرق نوح با پسرش در چیه؟ این که نوح حرفای پسرش رو قبول داره که آب بیاد باید بری بالا، منتها حرف سر اینه که پسرم من دایره شناختم از تو بیشتره، من به وحی وصلم و به واسطه وحی خبر به من رسیده که کوها هم میره زیر آب. میدونید فرضیه مختلف برای طوفان نوح گفتن، یکیش همینی که عرض کردم. من خودم جز کسانی هم که طوفان نوح رو جهانی نمیدونم، منطقی میدونم. میدونی اختلاف نظره، من اون نظر رو قبول دارم که مال یک منطقه خاص بوده نه کل کره زمین، متوجهی؟ دو، یکی اینه که یک جرمی سماوی آسمانی نزدیک کره زمین رد شده، این آبها رو کشیده به یه سمت، یکیش اینه. یکی دیگه هم اینه که دریای مدیترانه که الان شما میگه دریای مدیترانه خشک بوده، دریای مدیترانه اون تنگه جبل و طارق بستش میکنه با اقیانوس چی؟ اطلس. اون بسته بوده، الان کف دریای مدیترانه خونه پیدا کردن که نشون میده اینجا یه روزی محل چی بوده؟ سکونت بوده. یهویی فوران میکنه در اثر یه زلزله کوچکی، یه گسلی جابجا میشه، اون تنگه باز میشه، آب اقیانوس میریزه تو دریای مدیترانه، یه سونامی درست میکنه، این سونامی تا عراق میاد میبره تو وسط میکنه خلیج فارس، کل منطقه رو به قول میشوره میبره. خوبه بدونید این طوفان بزرگ نه فقط در کتب دینی که در یافته های باستانشناسی گیلگمش هم ثبت شده، گیل نوشته های اونجا هم هست، از طوفان بزرگ یاد شده که چیز عجیب غریبی یه بار بیشتر هم نیومده تو الان. مثالش همین سیل، گفتن آقا این سیلی که اومد توی لرستان تو 100 سال اخیر بی‌نظیر بوده، یعنی 100 سالی که ما ثبت کردیم. یعنی آقا اینا دوره بازگشت داره چطوره؟ آها این دنیای امروز هم اینه، میگه چیزی رو من به اصالت میشناسم که بتونم من انسان تو لوله آزمایش ببرم ثبتش بکنم. دو تا چهار تا، چند گرمی؟ چه رنگی؟ از چه ماده تشکیل شدی؟ آقا روح بی خیال، جن بی خیال، فرشته بی خیال، خدا بی خیال، همه بذار کنار. ته احترامی هم بخواد بذاره مثلا برای انبیاء الهی، آدمای خوب با سواد با هوش مهربونی بودن نسبت به زمان خودشون،
جلوتر بودن همین. آقا به وحی بس بودن؟ نه، اینا همش کشک. چرا؟ چون این نمیتونه اثبات کنه. اینی که مثلا ما چندین سال پیش میمدیم گفتیم میکروب شره برا چی چیه؟ باکتری؟ مزخرفات کی گفته؟ ویروس؟ این دریوری ها رو از کجا در آوردید؟ چرا؟ ما که ندیدیم. این تمدن غرب که شکل گرفت مبناشو گذاشت روی اصالت انسان و لذت‌های خودم، گفت ولش کن خدا پیغمبری که قابل اثبات نیست برای ما، چون تو لوله آزمایش نمیتونیم ببریم، معاد نمیتونیم ببریم تو لوله آزمایش، اما اینو میتونیم ببریم تو لوله آزمایش، یعنی اینو میتونیم آزمایش بکنیم که فاصله تهران تا عراق چند ساعت رفتم، من میخوام سرعتو بیشتر کنم زودتر برسم اونجا. داشته های این تمدن جدید رفاه بود، مبتنی بر پول، سرمایه. این رفاه برای کی آورده داشت؟ برای کسی که پول داشت. همه چی شد مبنا پول و اصالت روی مصرف قرار گرفت، مصرف بیشتر، تولید بیشتر، کار بیشتر، شغل بیشتر، پول بیشتر. همین الان همینی صبح تا شب استانداردهایی که طرح میشه تو جامعه چیه؟ همینه. فلان جامعه بیشتر کار میکنن، فلان جامعه انباشت سرمایه بیشتری دارن، جی دی پیشون بیشتره، همشون با این میسنجن. میخوان بفهمن یه جامعه موفقی یا نه، میگن جی دی پیشو نگاه کنید. جی دی پی یعنی کل پوله تقسیم بر تعداد آدم ها، یه بر آدم چقدر میرسه. حالا یه سوال، ما همین الان اینجا نشستیم، کل پولایی که اینجا وجود داره مثلا بیایم حساب بکنیم، تو جیب من 50,000 تومان، جیب شما مایدارا مثلا 10 میلیون، خب جمع بکنیم مثلا میگه آقا اینجا الان 100 میلیارد پوله، مثال میزنم، چقدر آدم مثلا میگه ما 5000 نفر جمعیتن، تقسیم میکنیم، میگه هر آدم انقدر. یهویی فرض بکنید خب بیل گیتس یه سر درنج رد میشه از عراق، بالاخره کار دیگه گزارش افتاد در عراق بنده خدا، خب یه سر میاد تو، اونم جمع میخوره دیگه میلیارد دلاری جمع میخوره، یهوی جی دی پی ما او تقسیمش هم میره. یه سوال، آیا ما پولدارتر شدیم؟ نه، اون تو جیب اونه، به ما چه؟ آره، آمارهای گول زننده که این افزایش جی دی پی الزاماً به معنای افزایش ثروت و افزایش عدالت اجتماعی نیست. میگه هند اقتصاد موفقی داره، چرا؟ میگه نگاه کن چه تولید سرمایه‌ای داره میکنه، تولید ثروتی داره میکنه. میگم خب این تولید ثروتی که داره میشه تو جیب کیا میره؟ تو جیب همه مردم میره یا نه تو جیب یه عده‌ای خاص؟ میگه با اون کار نداشته باش، بالاخره این پول اومده تو این مملکت، خب اومده تو مملکت رفته تو جیب یه نفر، برای این اومدن بعدن ضریب جینی آوردن که اینم بین پولدارترینه و فقیرترینه چقدر فاصله است. درست شد؟ اصالت شد اصالت پول و جذابیت داشت. ببین واقعا جذاب بود، اما خب منصفانه حرف بزنیم. ببین مثلا قدیما اصلا کلمه شهوت تو عربی از فارسی رفته، ما کلمات زیادی داریم توی عربی، حتی تو قرآن 140-150 تا کلمه داریم که فارسی هستن رفته به عربی، مثل دین، مثل محراب، مثل شهوت، مثل مسجد، مثل زمحریر، مثل سجیل، اینا زیاد داریم، همش فارسیه. یکی از اینا شهوته، شهوه اعلال صورت گرفته، شهیه بوده ریشه اصلیش، شهیه از شاه میومده، شاهیه. ما یه چیزی بخوایم بگیم خوبه چیه؟ مال شاه هاست. آه چیه؟ شاهانه زندگی میکنی. درست شد؟ حتی این به کشورهای اطراف ما هم سرایت کرده بوده، یه سایی که دور این تمدن ما زندگی میکردن که آقا این مال شاهه، شاهیه، این شهیه اعلاش و شهوه، یعنی چیزی که به لذت ربط داره. خب مثلا چی بود؟ بقیه مردم مثلا کجا همه عراق زندگی میکردن، همه که قدرت، حالا عراق یه جا نگیم، یه جا بهتر مثلا چیزیشو بگیم، یعنی مثال از برای من بهتر باشه، فردا شهر درست نکن اینجا کتکمون بزنید، مثلا تبریز رو بگیم که زمستوناش خیلی زمستونه، متوجه ای؟ اون موقع مردم عادی باید تو برف زندگی میکردن، اما شاه ها چیکار میکردن؟ یه لاقشلاق میکردن. میرم اینا آقا هخامنشیان
میگه آها شوش پایتخت زمستانه، میگم کجا پایتخت تابستانه، میبینی چی میگم؟ هیچ جا عوض میکنن که همیشه هوا خوبه رو داشته باشن. اما آیا همه مردم این امکانه داشتن؟ نه. آقا بریم تفرجگاه شاهی، چون شنیدم قاجار میگن تفرجگاه شاهی سرخ‌حصار، تفرجگاه شاهی نمیدونم فلان جا، آیا همه مردم چنین امکانی داشتن؟ نه. شاه بود که زمستون دستور میداد این عملا و نکرها میرفتن براش آب گرم میآوردن تو زمستون، درست بود؟ شاه بود که یه کولر سر خود داشت، دو نفر بالا سرش فقطش هم باد میزن، پنکه داشت. تمدن نوین غرب گفت من اینا رو بر همه تون برمغان میارم، پنکه باد تولید کنم، به جان دو نفر بدبختی که باید میسازن باد میزدن، بهترم هست، تکونش میدی، تنظیم میکنی، بادشو بالا پایین میکنی، ایوال چه باد جان. بادگیرایی که میساختن تو خونه‌های همه مردم، نه اون بادگیره معنی باد قبر میاد، میخواد چیکار؟ کولر بهت میدم داداش، آب سرد داشته باش، یخچال تو گرما، آب گرم داشته باش، آب گرم کن تو سرما. رسیدگی به این چی؟ خواسته های بشر بده؟ نه بده، نه. حرف پسر نو حرف بدیه اگه آب بیاد بعد بره بالا کو؟ نه. اما همیشه درست نیست. اصالت دادن به این اشتباهه. یعنی چی؟ یعنی این که دیگه هدف ما از زندگی کردن بشه چی؟ این لوازم و وسایل. فلذا کدوم آدم اینجا ارزشی بیشتری داره؟ از این لوازم بهتر داشته باشه. کولر آبی دارید بدبختا؟ آخه چجوری به راستی کولر آبی؟ خیلی وقت استفاده نکردیم، اما خیلی وقت کولر گازی داریم. بازش چی شد؟ بعد این حسا هم دقت بکن دل بده من، کاملا نسبیه. میدونی یعنی چی؟ یعنی الان تو که کولر گازی داری حس نمی کن چیزی کم داری، اما قطعا 200 سال بعد به تو خواهم خندید، همون جوری که تو داری میخندی به کسایی که با پنکه خودشون گرم میکردن. اما اون کسی که زمانی پنکه داشته داشته حال میکرده، متوجه شد چی میگم؟ ببین نگاه کن الان شما این فیلم ها رو نگاه میکنی، یارو با درشکه داری مرمون من بیره میخند، نگاه دیوونه ها رو نگاه کن، بند نگاه کن چی زندگی داشتن با درشکه این مرمون میرفتن. خب اون خیلی مدرن بوده نسبت به کسی که اصلا درشکه نداشته، و اون موقع میگفته من با کلاسترین هم حالش رو دارم میبرم، درست شد؟ اما شما چی؟ الان میخندیم قطعا 200 سال بعد به تو میخندن، آخه بدبخت ها با ماشینی من میرفتن، یعنی خیلی خوبه که این ماشین مدل بالا داشته باشم، ها؟ سرعت اینجوری ترمز نمیرم چی چی نمیرم کوفت ایربک نمیرم نسبیه، چون نیازهای آدم نسبیه. یعنی شما اول مثلا میل داری آب بخوریم تشنت بشه کلت اومد تو جوب آب میخوری، بعد یه خورده که این نیاز برطرف بشه بعدم میگیم نه آبش اگه خنک بشه بهتره، آب خنک بشه، بعد میشیم نه آب معدنی باشه از شیر پر نکن، حالا فرقی هم داره رو مزه چیزی، نه خب آب معدنی بیشتر دوست دارم، آب معدنی بهش بدید، آب معدنی میدن یارو مرگش میکنه، بعد یه خورده میگذره آب معدنی چی گرفتی؟ من سر کوچه رفتم مغازه آب معدنی گرفتم، نه من آب معدنی فرانسوی میخوام، هست یه دونه 45,000 تومان پول مملکت رو دارم میدن به آب معدنی، دونه 45,000 تومان که چی؟ آب معدنی فرانسوی، هاشتوه اونجا با هاشتوه ما فرق داره؟ با کوهاشون مثلا هاشتوهاش تخمه دو زرده داره؟ چی چیه؟ میگه نه فرانسه است بدبخت، با همون هم مثلا آب از شیر هم پر کنی از چشمه یالقوز آباد سفله هم پر کنی بریزی اونجا بهش بدی نمیفهم ها فرانسه. این دیگه الان میگه نه من نیازم میگه فقط آب معدنی فرانسوی بخورم، گرفتی چی شد؟ حد یقفش کجاست؟ تا کی؟ نداره. یعنی تهش کجاست؟ هیچی ده نداره، به مرحله میرسی که خب آقا ما رفته بودیم مشهد
آقا جاتون خالی، رفتیم یه حسینیه گرفته بودیم عین مداد رنگی خیار قلمی کنار هم خوابیدیم. بعد میاد میگه که آقا رفتیم مشهد یه هتلی بود، الحمدلله سویت سویت بود و فلان. میگه تهش چی این هتل ها چیه این سرویسی؟ میگه آقا من هتل میشناسم تمام این سرویسی. میگه یه چیزی اضافه تر داره. میگه چی؟ از اون هتل ها خاک برسری نمیگم، جمهوری اسلامی داریم حرف میزنیم، مشهد مقدس. خب بعد میگه که چی؟ میگه آقا مثلا یه هتل زدن، این یه حوضچه داره، پاتو میذاری توش ماهی داره میاد نوک میزنه به پات. من که میگم جوک نیست اینا، واقعیته. میگه خب چی؟ میگه ماساژ کف پای ماهی تا الان نداشتی بدبخت؟ نه نبوده ببخشید. چی ها اصلا نمیدونی چیه ماساژ کف پا ماهی نوک میزنه. متوجه شدی؟ تاش تا نداره. به مرحله میرسه میشه لاکچری بازی، سیگار با $100 روشن میکنه. این فیلم های سعودی ها اومده دیدی چه مسخره بازی در میارن؟ میخوام بگم ما ماهی داریم. فلزا تو این جامعه ای که مبنا شد پول، ارزش اجتماعی به چیه؟ پول دارتر بودن. برای اینکه تو ارزش اجتماعی بیشتری داشته باشه باید چیکار کنی؟ بگی من ماهی دارترم. چجوری باید بگی من ماهی دارترم؟ باید نشون بدی. چجوری باید نشون بدی؟ با لباست، با حرف زدنت، با مثالایی که میزنی، با عکسایی که از خود میذاری تو اینستاگرام. حتی یه سری بدبخت ها وجود دارن که دیگه چی؟ اونا رو هم ندارن، عداشو در میارن، عکسشو میزنن، یعنی شبیه پول دارا زندگی میکنن، چون اون شده برند، چون اون شده مبنا. به اینی میخواد این خارجی ها با اینو مثلا پول دارا باشه باید چیکار کنه؟ یه ماشین حداقل 1 میلیاردی سوار شه، یه خونه 2-3 میلیاردی هم داشته باشه. 2-3 میلیارد یعنی چیه تو تهران برای قیمت خونه؟ واقعا یه خونه زیر 10 میلیارد نباید داشته باشه، 10 میلیارد بالای خونه داشته باشه. یه ویلا کوفت زهرماری دائم هم یه سفر زرتی زرتی بره اروپا بیاد. کجا بودی؟ آسیا؟ نه اروپا. اینطوری متوجه شدی؟ یه بعد کلاس بزن. بعد خب این زندگیش یه جور خاصه، قیافش یه جور خاصه، لباساش برنده، لاکچریه. بعد یه خورده میاد جلوتر، یه سگ داره تو خونهشون، نشون باش عکس میگیره، فیلم میذاره و فلان. حالا تو میخوای عده اونو در بیاری؟ ماشینه رو که نداری، سفر اروپاییه که نداری. سگ رو میتونم داشته باشم 2 تومن، میرم پول قرض میکنم سگ رو میخرم 2 تومن، لباسانم میتونم داشته باشم تاناکورا. متوجه چی شد؟ اینجا تو یک صورت فیکی میسازی از اون زندگی اصلی که او داشته. یعنی میگه خود اون رو ما داریم بحث میکنیم که آیا درست همچین چیزی یا نه، که اثبات میکنه خودش رو هواه. بعد این باز بدبخت چی که خب چرا میخواد عده اونو در بیاره؟ ما تو مناطقی مثل پردیس، فردیس نه پردیس تهران سمت رودنبومه، یا پرند، قشر متوسط به پایین رو داریم رفتن ساکن شدن اونجا. اما نکته جالب، وقتی میره اونجا به شدت سگگردانی تو چشت میخوره. قشر اونجا شکل گرفته که دوست داره طبقه متوسطی، متوسط به پایین متوسطی، که دوست داره ادای پولدارا رو در بیاره. چرا؟ چون این برنده، چون این کلاس داره. هم ماشینه رو که نداره، تاش بدبخت بیچاره بتونه مثلا چند وقت یه بار میره مثلا با ماشین رفیقش عکس بگیره، یه دقیقه مثلا کنار یه ماشین تو خیابون داره رد میشه، تکشه میده بهش یه عکس میگیره میذاره اینستا. مال توه؟ نه. 2 دقیقه اضافه دارم میسازید 110 عکس زدم بگیرنت. ماشین ما چیکار داری؟ تکشه دادی کثیف شد ماشینم. اینجوریه دنیا رو به این سمت میبرن دیگه. مثلا میگه آقا ترامپ یه مولتی میلیاردر برج ساز فلان به همان شرکت نفتی و اینا و چی و چی و اینا، بعد اومده شده رئیس جمهور. آقا چیکار کرده؟ توالت فرنگیش طلایی. خب به این فکر میکنیم واقعا برای قضای حاجت چه اهمیتی داره اون در چه محیطی سقوط کنه و دفع بشه؟ طلایی باشه خیلی تاثیر مهم.
طلایی بودن پس اون مستراح مهمه، یعنی ابزاره، خیلی طعمه طلاییه، نقره‌ای باشه، آهنی باشه. و تو رو در مقابل انتخاب‌های فراوان قرار میدن و هی به تو میگن به واسطه رسانه‌هاشون. اول بفهم تمدن قبل چی داورد؟ ما یعنی گفتیم تکنولوژی، ما مخالف تکنولوژی نیست، هم تکنولوژی باعث شده بشینیم یعنی ما با هم صحبت کنیم، صدا منو بشنوید. من با تکنولوژی اومدم عراق، با تکنولوژی دارم حرف میزنم، با تکنولوژی داره ضبط میشه، با تکنولوژی پخش میشه، با تکنولوژی منتشر میشه. اصلا شما من رایفی برو واسطه اینترنت میشناسید. پس من زمزد تکنولوژی نیستم. به این که بیفتی توی این دور بدبخت کنی خودتو، انسان بودنت فراموش بشه، تو هم یکی از تو هم یکی از منابع تولیدی، ابزار تولیدی. یه سری افراد باید باشن دائم مردم رو به ولع بیارن که بیشتر بخرن، چون اگه نخرن که تولیدی نیست، تولیدی نباشه پولی نیست. پس باید مردم رو دائم تحریک کنی به خرید بیشتر. حالا چقدر نیازه و حقیقی دارن به این؟ ول کن چرت و پرت نگو، نیازو میسازیم براش. و هر چی پول بیشتری داره شأن بیشتری داره، منزلت اجتماعی بیشتری داره. قوانینم برای پولدارا آروم آروم تغییر میکنه. افتاده زندان طرف، تو زندان متفاوت زندگی میکنه. نوبتی باید مسترا رو بشورم. یکی از زندانی بدبخت میگه که تو داشت هر بار شستی من 50 بهت میدم، عوضش زندان میشور، دستشویی میشور، عوضش ظرف میشوره. اصطلاحاً میشن شهردار زندان. میگن طرف تازه اومده تو زندان کف خوابه، یعنی بعد همون کف سالن بخوابه، یه خورده رشد بکنه، پیشرفت کنه، درجه بگیره، بره تو سلول کف بخوابه، بعد تختای به درد نخور، بعد بهترین جا. همون روز اول رفته مایه داره، تخت چند. من آدم میشناختم به خاطر مسائل مالی افتاد زندان، هم انقدر غیرت داشت، بعد با غیرت بود تو زندان کار میکرد، برج 7-800 هزار تومن پول میفرستد برای زن بچه‌ش. ظرفا رو میشست، زمین میشست، دستشویی میشست، کاراشونو انجام میداد. اونجا پول داره؟ میتونه پول دارم، میخوام پول دارم، اینجام رفاه رو برای خودم میخرم. آدم کشتم، رضایتشونو میگیرم. چجوری رضایتشونو میگیری؟ خیلی ناراحتن. هر کسی بارک الله یه قیمتی داره. یعنی چی؟ یعنی پول تعیین میکنه روابط بین انسان ها رو. چقدر داداش بیا این آپارتمان 8 میلیاردی رو بگیر رضایت بده، زدیم ننه تو کشتیم. خب آقا حالا این اوکی، بعدش چی؟ بعد عمومی جرم مونده، باشه اونم حلش میکنیم، قابل حله. بهترین وکلا رو به استخدامه، وکلایی که شخ میزنن لامه های بند تبصره های پیدا میکنن، وکلایی که شون کنن ارتباط گرفتن، وثیقه میذارن. پول داری وثیقه داری میای بیرون. آدم کشته بود که، باشه حل شد. چرا حل شد؟ پول داره. کار غیرقانونی صورت گرفت؟ نه. چرا؟ چون تو این جوامع قانون برای پولدارا نوشته میشه. چون شأنیتش میشه. خداهای جدید اینان. بت‌های جدید اینان. معبودهای جدید اینان. هر روز ما باید با نیازهای جدید غیر اصیل مواجه بشیم و مسابقه بدیم برای ارضا کردن این نیازها. آقا شما دلستر تا حالا خورده؟ نداداش چی هست؟ یه نوع نوشیدنیه. چیزی که دارن نخورده باشی میل نداری بخوری. میدونی چرا؟ چون مزه‌اش حس نکردی که. آها. دلستر با تمبد یه بار دلستر میخوره. ما بدک نبود آره مثلا خوبه حالا. چی بود؟ لیمو بود. آه تو با تم اولوشو نخورد. بدبختی بیچاره ای. بعد تحمیلم استواییشو زدی داداش. اون دیگه چیه اینا بابا؟ باید فلزو دائم تو در محل ارائه آفرها و پیشنهادهای جدیدی هستی که لیموشو بدم، هلوشو بدم. و پاسخ تو چیه؟ همه شو بده.
یعنی چی؟ یعنی دائم ارضای این نیازها بیش از حد، بیش از نیاز. یعنی اینجا دیگه اصلا بازاریابی نیست، بازارسازیه. و بشر میفته منزلت اجتماعی چی تعیین میکنه؟ پول. آقای مدیر بهترین کت شلوار، بهترین ماشین، راننده، بهترین طبقه این ساختمون، بزرگترین و شیکترین اتاق، بهترین غذاها برای آقای مدیر میره. درست شد؟ از بوی عطرش اصلا متفاوته، اندازه خرج ماهانه تو اون ماه پول ادکلن میده. و چون مایدارترینه، زیباترین زنها در خدمت او. پول داره، حوصله نداره یه ساعت تو هواپیما نشسته، دوست نداره چارت سیبیلو ببینه. تو هواپیما هم برید بگردید، من یه ساعتی که تو هواپیما تشریف دارم خوشگلاتون رو جدا کنید بیار جلو چشم. جز اینه؟ یه ساعت بیشتر تو هواپیما نیستم. باشه. و شغل خدمت به پولدارا بشه ارزش. خودش که نمیتونی بشی، ببین خودش نمیتونی بشی، نمیذاره بشی، اما خدمت به او بشی ارزش. این سیاه‌پوستایی که تو آمریکا هستن، این کشورا، مثلا فامیلش جردن جکسون، اسم اربابشه، اسم اربابشه، بگی آها اینا خادم فلانی بودن، باریک الله چه کلاسی. بعد ببینید یه مش جوون صبح تا شب دارن سر کله میشکنن که این مشاغل رو به دست بیاره. چرا؟ شغل خدمت به پولداراست، به خدایان جدیده. تا اینجا نگاه کرده بودی؟ بعد تو این ادامه منزلت اجتماعی چیه؟ آقا این آبدارچیه خیلی انسان شریفیه ها، انسان راستگو دروغگو نیست، امانت داره، چی چی چی. باشه، کوچکترین اتاق مال اونه توی شرکت، بزرگترین اتاق مال مدیر است. چرا؟ مدیره تولید ثروت بیشتری میکنه. برای اینکه این آقای مدیر رو باید نگه داریم، باید حقوقهای آنچنانی بهش بدیم. نمیمونه. ببینید شما تو جمهوری اسلامی با یه مقوله مواجه میشه به اسم حقوقهای نجومی. میگه چرا باید پول اضافه بدیم به اینا؟ برج 200 میلیون بهشون بدیم. میگه اون 200 میلیون حقوق میگیره، اما مرجی 10 میلیارد درآمد داره برای شرکتون. بعد اینی که حالا پول داره باید بیشترین روش ها و دانش ها رو به دست بیاره. برای همین شروع میکنن چیکار کردن؟ پژوهشگاه میزنن. میبینید آقا الان کلکلی بین مثلا اپل و سامسونگ. چه آقا نسل در آینده مردم چی خواهن خواست؟ زودتر ما بریم بزنیم. پژوهشگاه دارن، گوگل پژوهشگاه داره، کلی هزینه آرندی میده، هزینه ریسرچ تحقیق میده، هزینه دیولپمنت میده، هزینه گسترش میده، بهبود میده. برای چی؟ برای اینکه این ثروت میاره و این پژوهشگاه باید دست من باشن. یه کشور ثروتمند مثل امریکا یه کاری کرده، همه دانشمندا میخوان فرار کنن برن اونجا. ببینی؟ بیاید اینجا دانشتونه بدید به من، من با دانش شما با ثروت بیشتری تولید میکنم. یعنی قشنگ اینا چرخش رو ساختن. بعد تو این جامعه بدبخت بیچاره های شکل میگیرن، بدبخت بیچاره های مادام العمر، یعنی تا آخر عمرش همینجوری میمونه و بچه هاش هم همینجوری میمونن و یک شکاف عمیق طبقاتی شکل میگیره. بیان قرآن میفرما چی؟ اگه درست قرائت کرده باشم، به پیامبر فرمود این غنیمت هایی که از جنگ میگیره یا رسول الله بده به فقرا، به پولدارا نده ها، کی؟ تا اینکه لا تکون، نباشه دوله، مایداری، دولت، جولان دادن، قدرت بین اغنیاکم. یه کاری نکنی اگه این کارو بکنی، این غنیمت ها رو بدی به پولدارا، پولدارا پولدارتر میشه. وقتی پولدارتر بشه قدرت دستونه، قدرت دستش بشه رسانه دستشه، رسانه دستش بشه پول دستش بشه نماینده مجلس میشه، بیشتر نهار و شام میده، کانالای تلگرامی رو به خدمت میگیره که تا
تبلیغات کنم براش، کلیپ‌های تاثیرگذارتری می‌سازه. 10 تا روانشناس برداره میاره میگه این کلیپ لامصب من چجوری بسازم رو احساسات مردم تاثیر بذاره. نمیدونی اینجوری بسازی؟ سر هر کوچه ستاد تبلیغاتیشو می‌بینی؟ شبکه ماهواره‌ای تأسیس میکنه تو اشلای بزرگتر، تبلیغات میکنم به نفعش، سلبریتی برمیداره میاره عکس بگیرن براش، تبلیغات کنن واسهش. متوجه شدید؟ و این میشه که این قدرت هم میفته دست این ثروتمنده. رسانه دستشه، پول دستشه، قدرت دستشه. قوانین رو حالا برای خودشون مینویسن. قوانینی که الان تو مملکت تو مامدار نوشته میشه خیلیش بر پولداراست. الان میگن آقا داخل طرح نری تو تهران، دود تولید میشه، ماشینا نیان. شما پولداری خواهش میکنم بفرمایید. پول میده طرحو میخره. آدم میکشه، وثیقه میذاره. هر کاری میتونه بکنه. تو زندانم باز شاهانه زندگی میکنه. چرا؟ چون پولدارم. خب از این اکشم کامند الله اتقاکم آدم ترین شما باتر بل کن اینا رو. ای تو جامعه اسلامی هم میشین شکل بگیره؟ بله. همین رو گفتم به این نکته آخری که برای امشب بس باشه. این تو جامعه ابا عبدالله شکل گرفت که سر ابا عبدالله رب بالا نی. وگرنه اون کسایی که مایدار بودن همه صحابه پیغمبر بودن. من و تو بعد 1400 سال یه جا بگم پیغمبر اینجا رد شده، خودمونو میندازیم زمین، 60 رکعت نماز اونجا میخونیم، ها مقام رسول الله درست میکنیم دور تا دورش. آقا پیغمبر ما اینجا، میگن اینجا پای پیغمبره. بار با پیغمبر آبگوش خورده طرف. باشه، بچه اون پیغمبر باش، از نطفه اون پیغمبر باش. تحت تأثیر این جامعه میشی یه فرد فاسدی به اسم کنعان پسر نو. ابا عبدالله وقتی استاد جلوی اینا فرمود که چرا میخواد منو بکشید؟ مگه من چی کار کردم با شما؟ چرا نامردی کردید؟ چرا زدید زیرش؟ شما مگه قول نداده بودید؟ مگه نامه ننوشته بودید؟ چی جواب دادن؟ خفنا ترهلعتا، ترسیدیم یارانه هامون قچ، گشنه بودن، گشنه بودن. چون گشنه بودن رسانه دار نبودن، رسانه پذیر بودن. رسانه دست کی بود؟ فاسد میشی دیگه، فاسد میشه. من بارای مثال زدم، یه بار اینجا دیگه برای مثال بزن. شما عمرن تو صحابه مثلا بتونی به گرد پای ما برسیم، تو آرزومون به جایگاهی که زبیر داشت برسیم. ما زال از زبیر کان رجلن من ناهل البد. ما زال یعنی دوام، یعنی زائل نشده بود، از ما بود. ما زال از زبیر کان رجلن من ناهل البد. رو زبیر که ما اهل بیت بود، یعنی مثل سلمان من ناهل البد. حتی نشه ابن المشموم، تا این پسر شومش عبدالله بزرگ شد. خب این زبیر کیه؟ زبیر تو شورای 6 نفره خودش کاندیدای ریاست جمهوری بود، کاندیدای خلافت بود. 6 نفر رو خلیفه دوم گفت یکی از شما بشه خلیفه. زبیر همون اول به نفع امیرالمومنین رفت کنار. همچین زبیری، زبیری که از زهرا و امیرالمومنین میفرماد که عرضه میداره به امیرالمومنین اگه فرصت نمیکنی تابوت برام بسازی، من بگم پسر عمم زبیر بسازه. یعنی میتونه وصی از زهرا بشه. یک دو پسر عمهشونه، فامیلشونه. بله، پسر صفیه، عمه امیرالمومنین از زهرا بود. خوبه نداشته باشید؟ این زبیر، این زبیر که سیف الاسلامه، در دفاع از پیامبر شمشیر کشیده. یه قوانینی تون جامعه تصویب شد که زبیر رو پولدارتر کرد. من میگم که تو این قواعد هر چی شما پولدارتر باشی دفعه بعد بیشتر پولدارتر میشی. ببین مثلا شما وقتی 1 میلیارد سرمایه داری، فرصت سرمایه گذاری برای تو یه مقداره، اما وقتی 100 میلیارد داری خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. وقتی 1000 میلیارد داری اصلا هیچی.
ببین من تو الان نمیتونیم بریم بانک بزنیم، همون یه مقدار پول داشته باشیم با همین قوانین جمهوری اسلامی میتونیم بریم بانک بزنیم، بعد بانک خودمون به خودمون وام بده، خلق پول بکنه، خلق اعتبار کنه. یعنی کت جادویی شنیده بودی؟ فیلمی بود قدیما نشون میداد کت جادویی هم رامبو جوان بازی میکرد، اینا داریم، هنوز وجود داره همین بانک‌ها. صبر ثروتش رو صحیح بخاری نوشته، طبقات ابن سعد نوشته، آدم مخش سود میکشه. فقط پول نقد تو خونش میگه 59 میلیون درهم. هر 10 درهم یه دینار طلا. 59 میلیون درهم یعنی 5 میلیون 900 هزار دینار. اونو بگی 6 میلیون روندش کن از این چیزو کم کنیم. هر یه دینار 4.25 صدام گرم طلاه. اینا میگیریم 4، اینو کمش میکنیم. 6 4 تا 24 میلیون گرم طلا، 25 تن، 24 تن، 25 تن طلا تو خونش بود. فقط انگار فرض بکنی مثلا آدم نمیفهمه یعنی چی، یعنی سلطان سکه بود برای خودش. آره اینجوری ببین، چرا جلوی امیرالمومنین وایستاد دیگه؟ این زبر اون زبر قبلی نیست، تغییر کرد. چرا؟ چون سیستم فساد زاد شکل گرفت. بله در جامعه نبوی، در جامعه که همشون نماز میخونن، قوانین شکل گرفت که مبنا چی بود؟ پول، ثروت. حالا پول داری، یه نفر رو به لحاظ سیاسی مخالف شما اومده بالا، با خاک یکسانش میکنی. پول میدادن یه عده از آدما مأمور شایعه پراکنی بودن، آمد نیوز بودن، کانال تلگرامی نبود دیگه، میرفتن این ورورش 5 نفر 6 نفر رو با هم جمع میکردن، حرف میزدن، میبادن پول میافتن. آقا امروز من 50 نفر رو پرزنت کردم، بیا پولشو بگیر. معاویه پول میداد. کار به اینجا رسید امیرالمومنین در کوفه ضربت خورده، در مسجد کوفه تو شام سوال اینه، علی چی شد؟ علی رو زدن. خب خدا رو شکر که حالا زدنش. کجا زدنش؟ تو مسجد. مسجد چی کار داشت؟ مگه علی نماز میخونده؟ مولود کعبه، اولین مردی که به پیامبر ایمان آورد، تنها رست، تنها صحابه‌ای که در وصفش اهل سنت میگن کرم الله وجهه، بقیه صحابه رو میگن رضی الله عنه، خدا ازش راضی باشه. به امیرالمومنین میگن، تکریم میکنن وجه امیرالمومنین، میگن چرا؟ میگن تنها وجهیه که به بت سجده نکرده. میگن بقیه صحابه بت پرستی داشتن قبل اسلام، علی تنها صحابه‌ای که به بت سجده نکرده. بعد این علی رو بگی چی؟ یعنی انگار خورشید بگی شبه. این اینه دیگه، پرستانش اثر گذاشت. بعد این امیرالمومنین میاد سر کار، معلومه ملت رو میریزن به هم، کاری کردن ملت ریختن تو خیابونا. چجور؟ به واسه رسانه شون، به واسه پولشون، چون امیرالمومنین با اغنیا در افتاد. برادر من، خواهر من، اون از انقلاب رسول الله بود که مدیرانی مثل امیرالمومنین و آقا رسول الله و اینجور کسایی داشت. شد سال 61 هجری سر عبدالله بالا نیرفت، ما که هیچی اگه نپاییم، ما که اصلا ول متل، شوخی هم نکن، اصلا مقایسه کنی شوخی کردی. اگر نپاییم، امروز در کشور مینی امسال 40 نفر اول کنکور یک نفرش مدرسه عادی درس نخونده بوده. یعنی چی؟ یعنی پول دارم، مدرسه غیر انتفاعی ثبت نام میکنم، تو مدرسه غیر انتفاعی بهترین معلم ها رو میارم، اون معلم ها بهترین کلاس های کنکور رو میذارن برای ما، فرضا احتمال قبولی تو خیلی بیشتره. متوجه شدید؟ این میشه جامعه. تو این جامعه، تو یک جامعه نباید، هرگز نباید آموزش پولی بشه، هرگز. رئیس جمهور محترم میگه حالا چی میشه شبانه بیان پول بدن درس بخونن؟ عزیز من، من با اون پوله که تو میخواد تو برای دولت در بیاری، نمیدونم برای وزارت علوم کار ندارم، از بیخ جامعه میره زیر سوال. اصول میشکنه. ببین ما مسئولینمون چیا رو نمیدونن، چه مبانی اسلامی رو متوجه نیستن. ما اون جامعه نمیتونی نفس بکشی تو. اون جامعه میشه برای پول دارا. این بدبخت صبح تا شب درس خونه دانشگاه تهران، این پول میده دانشگاه تهران. بعد تو غیر مستقیم داری میگه چی اصله؟ پول.
هرگز نباید بهداشت خصوصی بشه. چرا وقتی بهداشت خصوصی بشه بیمارستان خصوصی شکل میگیره؟ بیمارستان خصوصی به دکترها بیشتر پول میده، خود دکترها سهامدار بیمارستان خصوصی هن. فلزا تو بری بیمارستان دولتی میگه چته؟ میگه کمرم درد میکنه. میگه 6 ماه دیگه وقت عمل بهت میدم. بعد خود پزشک محترمت میگه خواستی بیرون بیا بیمارستان فلانجا، اینجا نوبت نمیشه، اونجا 2 روزه عملت میکنم، 10 تومن هم باید بدی. پول من هم نیستا، من حالا بخش پول خودم میگذرم، پول بیمارستانه، بیمارستانی خودش توش سهام داره. فهمید چی شد؟ ارزشگذاری جانهای انسانها تغییر کرد. خیلی کثیف فرهنگ غرب، بیش از اون چیزی که بتونی تصور کن، خیلی نجسه. و این اصله. حالا این فرهنگ غرب میتونه یه روکش اسلامی هم سرش کنه، تو جامعه اسلامی هم با این قوانین اسلامی بیاد خودش رو بیاره سر کار. در واقع قوانین ذات غربیه که اسلام مال شده، 4 تا حدیث مالیندن بهش. اسلامیه، دانشگاه آزاد اسلامی. به نفر گفتن 3 تا دروغ پشت سرم بگو، گفت دانشگاه آزاد اسلامی. این میشه دیگه، میگه پول بده بیاد. بد شد و انتظار نداشته باش پزشکت کاسب نشه ها. بعد نباید ناراحت بشی بعدم بزنی تو سرت وای پزشکای ما فرار مالیاتی دارن، کارت خان نصب نمی کنن، میگن نقد بده. تو این کار کردی، تو قواعد و قوانینی ساختی که پزشک بساز بفروش شد. همون کسی که دست گذاشته بود رو قرآن، قسم خورده بود به جان انسانها خیانت نکنه، حالا داره میلیونی به مال انسانها خیانت میکنه، میگه مالیات نمیدم. اداره مالیاتی باید بود دعای اگر یک جایی دیدی پزشک ها کارت خان نگذاشتن به ما بگویید. کارت خان میذارن بعد ملت اینو به حساب منشیشه، یعنی اون هم باز دارن در میرن. میگه بابا من چند درصدشون؟ نه بیزینسه، بیزینس با من. آره بیزینس با مردم شکل میگیره که چی؟ عزیز من امارای اینجا نگیری یا امارای فلانجا فقط عکساش قشنگه، وضوحش بیشتره. امارای فلانجا با آقا چیزه قرارداد داره، هر یه مشتری فرستادی اونور 15% مال تو. این داروها رو فقط برو داروخونه فلانجا بخر، اون اصلشو میاره. بعد میدونی که حوزه سلامت مردم مماشات نمی کنن. الان به تو بگن این دارو رو بخری بچت زنده میمونه، آسیب بهش نمیرسه، میری خونه زندگی تو میفروشی اونو میخری، درسته؟ فرض سیره پا تو میفروشی، میگی بچم این دانشگاه قبول شه، و تو افتاده توی رینگ رقابتی که تو اصلا نمیتونی رقابت بکنی. چرا؟ چون اون کسی که داره ترمی 15 میلیون پول میده برای مدرسه بچهش، میدونی چه کسایی دارن میان درش تدریس میکنن برای اون بچه؟ بعد تو مثلا اهل فلان روستا باشی، اصلا به اون مدارس نزدیک نیستی، اصلا پول ثبت نامشو نداری. بعد بعضی از این دکان دستگاه های کنکوری که باز شده میان میگن ما بورسیتون میکنیم، منتها بیا برنده شدی بعد بیا تو تلویزیون وایسی بگی من کتابهای کوفتی زهرمارنی فلانجا رو خوندم برنده شدم تو کنکور، که باز برای من پول بیاره، تو هم بخشی از درآمد منی. موش و گربه یادته؟ راه میرفتین گشنه شده بود گربه موشر یه رونه مرغ میدین اینجوری میدوید. آره این میشه که کسایی که تو بسم محرمترین شغل توی دنیا پزشکی، اون هم تو رو رونه مرغ ببیندت، تو رو آدمی که میخواد عملت کنه نبینه، بگه 20 میلیون پول رو تخوابید، این بیمارستان دولتی نباید بیاد، این باید بیاد خصوصی. بیمارستان دولتی حالا کی بیمه پولشو بده نده پولون. من ناراحت نباش، تو جامعه اسلامی به پیر به پیغمبر والله العظیم اونا نماز میخوندن، کلهم یتقربون بالله به قتل الحسین، میگه تقرب میجستن به خدا با قتل حسین، سر می برید بسم الله گفت مثلا، الله اکبر الله اکبر میگن سر می برن.
اون جامعه روکشی از اسلام مونده باشه. ذات پول پرستانه و اصالت ثروت جامعه رو تهی میکنه از انسانیت. رسانه همین الان تو همین مفاسد اقتصادی یکی این کسایی که دستگیر شد دیدن یک کانال بیش از 2 میلیون نفری تلگرامی مال این بود، کانال تلگرامی میزنه برای جهت دهی به ذهن شما، کارخونه میزنه، کارخونه مثلا مثال ها باشه گیر ندید، کارخونه شربت آلوورا به قول جناب خان آلوورا ها، بعد یهویی 50 تا مقاله نویس برای سرقت میشن، کل رسانه ها رو پر میکنن فواید آلوورا، آلوورا سرشار از ویتامین سی، آلوورا چی چی هست، این تو 5 سال پیش نبود، پول میدم بازار سازی کنن برام، نه بازار یابی، بازار بسازن. یعنی تو با خود بگی من تا حالا آلوورا نخوردم، عجب بدبختیم. بابا هامون هم بدبخت بودن نخورده بودن. این عزیز من حالا شبهای آینده میگم ابا عبدالله چی کار کرد. امام حسین این سیستم رو زد. امام حسین حالا فردا میگم مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی رو آغاز کرد که منتج میشه به ظهور که توش اصالت و کرامت و منزلت به اندازه شرافت و شماست، به اندازه مراعات اخلاقیاته. برای همین ابو عبدالله از تمام آن چیزی که اونها به ارمغان آورده بودن گذشت، از رفاه گذشت، جون گذشت، زن و بچه گذشت، مال و اموال گذشت، تمام آن چیزی که جذاب بود گذشت که یه حرفی رو تو تاریخ ثبت کنه و کرد. امروز بزرگترین اجتماع بشری به بهانه اوست. در کمال تعجب و نخواستن دنیا میخوان نباشم شده دیگه. او سار الله، خون خداست، منتقمش خداست، کارش هم خدا پیش میبره. بیاد با عبدالله در بیفتید نابودید، امکان نداره با کسی. با امام حسین اصلا عزادارش مقوم ذاتی داره، تقویت کننده ذاتی داره، باش در بیفتی بدبختی نابود میشه. اگه کسی خواست سریع تو همین دنیا به بدترین شکل تو همین دنیا دچار خذلان، شکست، بدبختی بشه، آخرت نه، اون سر جاش. همین دنیا با امام حسین در بیفته، یه اراده الهی برن گرفت، خرم گرفت شما عبدالله از همه اینا گذاشت. خب فکر کنم برای امشب کافی باشه، سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. تجلیل در فرج قطب عالم میکنه حضرت صاحب الزمان، صلواتی نهایت بفرمایید.